استمرار نظام دینی، بقای این حکومت دینی ما به بزرگداشت ایام الله تذکر و عبرت آموزی است. ما حماسه عاشورایی و ماندگار نهم دی ماه سال 1386 رو داشتیم، 19 دی 56، 9 دی 1388. این هم یک یوم الله واقعی، تجلی عینی دست قدرت الهی، شکستن یک توطئه، نه یک فتنه پیچیده استکباری صهیونیستی بر علیه نظام دینی. سال 1396، فتنه سال 96، اختشاش هایی که یادمون نرفته، هجمه به مقدسات، مدارس علمیه رو، مساجد رو با آتش کشیدن، شعارهای ساختار شکننده ضد اسلام و باورهای دینی دادن. یک بار دیگر مردم عزیز ما با هدایت قلوب مردم توسط خداوند قادر متعال خلق حماسه هایی داشتند با راه پیمایی های بسیار پرشور 13 تا 18 دی ماه سال 96. لذا از سال 96 به بعد عزیزان بزرگواران، درخواست زیادی از ما بود که بس این ایام رو بگیم دهه بصیرت. منتها خوب سال گذشته یک اتفاقات دیگری، یک رویدادها و ایام الله های دیگری بر تاریخ انقلاب اسلامی افزوده شد. چه 13 دی ماه شهادت سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه و ابو مهدی المهندس رضوان الله علیه، چه تکریم سردار دلها و همرزمان و همراهانشون که به واقع حضرت آقا در خطبه های نماجمه فرمودن بزرگترین بدرقه جهانی، دنیا کجا به خودش دیده بود، در کشورهای مختلف، در شهرهای مختلف، آن حضور معنادار، بی سابقه، پرشور و حماسی. و مکمل اون ایام الله، اقتدار ملت ایران، صلابت و شجاعت ملت ایران به دستان با کفایت عزیزانمون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هم کوبیدن پایگاه محل استقرار نیروهای تروریستی شیطان بزرگ آمریکا، یعنی شکستن هیمنه پوشالی شیطان بزرگ. فلزا باز هم شد یوم الله. از این منظر عزیزان اعلام شد 9 تا 19 ایام الله بصیرت و میثاق با ولایت. شعار محوری انتخاب شد با سه واژه: بصیرت فاطمی، ولایت مداری، مقاومت علوی. اومدیم برای روز شمار 10 روزه تعریف کردیم، هر روزی رو با عناوینی که بتوان حول محور اون عنوان تولید محتوا کرد، تبیین کرد، معرفی کرد، یادآوری کرد و تذکر داد. خب سه‌شنبه 9 دی ماه فردا در تقویم هست روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، یادآور حماسه ماندگار و عاشورایی سال 88. شعار ما و عنوان روز شمار ما چیست؟ بصیرت، ولایت مداری، حماسه عاشورایی. روز چهارشنبه 10 دی ماه بصیرت، اتحاد ملی، عبور از فتنه ها. هر کجا مردم با هم بودن بر فتنه هم غلبه کردن. 11 دی ماه بصیرت، خواص، پیروی از ولایت. 12 دی ماه که می شود جمعه، آغاز سال میلادی و ایام میلاد حضرت عیسی علیه السلام، بصیرت، ادیان الهی، آمادگی برای طلوع و ظهور خورشید ولایت عظما اجل الله تعالی فرجه الشریف در همون سرانجام بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. شنبه 13 دی ماه روز شهادت سردار دلها، روز مقاومت جهانی است. بصیرت، ملت حسینی، مکتب شهید سلیمانی. روز 14 یک شنبه در ذیل همین دهه و عناوینمون، بصیرت، تولی و تبری، بیداری اسلامی. روز 15 بصیرت، استکبار ستیزی،
مقابله با نفوذ که اگر بصیرت بود هر دو محقق خواهد شد. و روز 16 هم بیاد اون سقل تشکیه هایی که در تهران اتفاق افتاد، میلیون ها انسان تهران، شهرهای اطراف، استانهای مختلف، یادتون هست بصیرت، تکریم سردار دلها، بزرگترین بدرقه جهانی. روز 17 دیما که مصادف با 40 شهادت دانشمند بزرگ برجسته متعهد و ولاییمون شهید فخریزاده، به عنوان بصیرت محکومیت تروریست دولتی، جهاد هسته‌ای و دفاعی. و روز 18 دیما اقتدار ملت ایران، شکستن هیمنه پوشالی نظام سلطه با حمله موشکی مقتدرانه. بصیرت اقتدار ملی، سیلی به شیطان بزرگ. و نهایتاً روز جمعه 19 دیما، سال روز قیام خونین مردم شریف قم، بصیرت، غیرت دینی، لحظه شناسی. این هم عناوین 10 روز ما. بله، امسال محدودیت هایی متوجه هست به دلیل شرایط کرونایی بودن و ضرورت توجه ویژه به حفظ سلامت مردم عزیزی که نقش‌آفرینان اصلی هستند، خالقین حماسه هستند، با استعانت از خداوند قادر متعال. در این راستا گرچه البته در شیوه تصمیم گیری ها، در دوگانگی در تصمیم گیری ها، در بیمهری نسبت به ایام الله، به تصمیمات و عملکرد عزیزانی از عزیزانمون در ستاد ملی مقابله با کرونا نقد و انتقاد جدی داریم و مکتوب هم بهشون اعلام کردیم. مصادیق بیمهری رو، تصمیمات دوگانه رو، بیتوجهی به ایام الله رو با همه آثار برکاتی که داره، مکتوب هم نوشتیم، اعتراض هم کردیم و نقد جدی هم داریم. لکن خودمون رو از ابتدا تا کنون دو تا نکته داشتیم: تعطیل ناپذیری مراسم انقلابی و مراسم دینی. در این حال ایده، برنامه و مدیریت اقتضایی با رعایت شرایط کرونایی، از کدام غافل نبودن از سلامت و حفظ جان مردم عزیزمون. لذا تدبیر، هماهنگی، تصمیم قطعی این هست که ما امسال راه پیمایی و تجمعات باشو که سالهای اخیر شاهد بودیم هیچ کدوم رو نخواهیم داشت. ما اجمالاً از کنم خدمت شما که بنام چون از ابتاز کردن به اختصار هست، یک کتابچه قطور در قالب 750 عنوان فعالیت و برنامه در سطح کشور ما برنامه تدارک دیدیم که هر کدوم از اینها صدها و هزاران زیر برنامه داره. یک از هفته ها قبل جمعی از نخبگان و فضلای حوزه علمیه خواهش کردیم با همین عناوینی که مشخص بود تولید محتوا داشته باشند برای استفاده در جراید، خبرگزاری ها و فضای مجازی. برای هر روز به اقتضای همون عنوان و نامگذاری محتوایی تهیه شد. پیش بینی شده بر برگزاری کرسی های آزاداندیشی در بستر فضای مجازی با هدف تبیین ریشه ها و پیامد های فتنه سال 88. صدها گروه سرود رو عزیزان ما در گستره کشور سازماندهی کردن. انشاءالله فردا روز 9 دیما، روز 13 دیما، اجرای سرودهای حماسی به صورت سیار و چرخشی در سطح شهرها. کاروانهای منسجم و سازماندهی شده خودرویی موتوری در 9، در 13، به خصوص در شهرهایی که تشییع پیکر پاک و مطهر سردار دلها رو داشتیم، در مسیرهای تشییع برنامه‌ای داشته باشند. بیشترین تمرکز بر استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه ملی، مجموع رسانه‌ها، فضای مجازی، شبکه اجتماعی. وصیت نامه در ساموز شهید سلیمانی رو به مطالعه و مسابقه گذاشتن. رونمایی از کتاب‌ها، کتاب‌های مرتبط با شهید سلیمانی،
خاطرات شهید فخری زاده که دوستان نوید دادن که اصلا به عنوان یک واحد درسی بناست تعریف بشود در دانشگاه ها، هم رونمایی کنند که از دانشگاه ها هم رسما تدریس بشود. روز 13 دی ماه هزاران مراسم، چه اونجایی که امکان با جمعیت حداقلی و چه در بستر فضای مجازی برای بزرگداشت شهید سلیمانی، 17 40 شهید فخری زاده. اینا نمونه هایی از برنامه هایی است که ما برای ایام پیش رو پیش بینی کردیم. زنگ نمادین بصیرت و مقاومت رو در بستر همین سامانه شاد وزارت آموزش پرورش خواهیم داشت. مراسم مدیریت شده ما که نشون داده شورای هماهنگ تبلیغات توان مدیریت مراسم با رعایت همه اصول رو داره، اگر نگیم تهدید صفر، تهدید شیوع ویروس به مراتب کمتر از اون چیزی که ما تو رسانه داریم میبینیم از بسیاری از جلسات افتتاح پروژه ها. خب شما ببینید همین افتتاح آزادراه تبریز سهند رو ببینید چی جمعیت متراکم بود. مسابقه ورزشی با حضور وزیر محترم ورزش هفته قبل از شبکه 3 پخش زنده بود ببینید. انشالله از شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها برخوردار بشود رئیس جمهور محترم. تأکید کردم با همون شور و حرارت محرم و سفر دهه‌های فاطمیه برگزار بشود. خب کار خیلی خوبیه، الان داره برگزار میشه، چند روز دیگه شروع کردن دیگه، هیئت‌های مذهبی رسمی دارن اعلام برنامه میکنن. آقای رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد ملی مجوز دادن دیگه، فرمودم با همون سبک و سیاق و شور و حرارت محرم سفر لکن توام با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی. ما هم جزئی نمی‌خواستیم،